قلبي صديق. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ بنده نیست که صادقانه و از تحت قلب گواهی دهد که معبود بر حق به جز الله وجود ندارد و شهادت دهد که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده اوست، مگر اینکه الله تعالی او را بر آتش دوزخ حرام میگرداند. و کلمه توحید را انسان فقط به زبانش آورد، پس او دروغگو است به مانند منافقان، زیرا باید زبان تابع قلب باشد که این صفت صادقان است. بنابراین قلبها بر دو نوع هستند، یکم قلب صادق، دوم قلب کاذب. و بیشتر مردم ما دعوای ایمانداری میکنند، لیکن به همه آن دلیل برهان لازم است تا از جمله صادقان گردند، مگر اینکه آنها دروغگو هستند. الله سبحانه و تعالی امر کرده است تا بندگانش را با خیر و شر امتحان بکند، تا قلب راستگو از قلب دروغگو فرق بکند. الله سبحانه و تعالی فرمود الف لام میم، آیا مردمان پین داشتند که به مجرد آن که گویند ایمان آوردن گذاشته شوند و آنها امتحان کرده نشوند؟ و به درستی که آنان را که پیش از آنها بدن امتحان کردیم، پس الله آنان را که راست گفتن البته معلوم کند و دروغگویان را هم البته معلوم سازد. سوره عنکبوت آیه 1-3. و در وقت ظاهر شدن فتنه، بنده ای که الله را دوست می دارد، بر او امید دارد، از او می ترسد و صادقانه عمل می کند، و شاید به همه اینها او دروغگو باشد. و عمل حال منافقان را الله خبر داده چنین فرمود و از آنها کسانی هستند که به الله عهد بستند، اگر از فضل خود ما را بدهد البته صدقه دهیم و از نیکوکاران باشیم. پس وقتی که آنها را از فضل خود بداد، به آن بخیلی کردند و اعتراض کنان بازگشتند. پس الله نفاق را در دلشان تا روزی که با وی ملاقات کنند عاقبت حالشان ساخت، به سبب آن که با الله در آن چی به وی وعده کرده بودند خلاف کردند و به سبب آن که دروغ می گفتند. سوره توبه آیت 75 و 77. و اما حال مؤمن صادق به مثل حال انس ابن نظر است، که انس ابن مالک گفت امکم انس ابن نظر رضی الله عنه در جنگ بدر حضور نداشت. از این رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول الله، در نخستین غزوه که با مشرکان جنگیدی شرکت نداشتم، اگر الله توفیقم دهد که در جنگ دیگر رو بروی مشرکان قرار بگیرم، الله به مردم نشان خواهد داد که چی خواهم کرد. وقتی که جنگ احد رخ داد و مسلمانان پراکنده شدند، انس ابن نظر رضی الله عنه گفت یا الله، من از کاری که اینها یعنی مسلمانان انجام دادند عذرخواهی میکنم و از کاری که اینها یعنی مشرکان انجام دادند بیزاری میجویم. آنگاه به سوی مشرکان به پیش رفت. در این میان سعد ابن معاذ رضی الله عنه او را دید. امکم به سعد ابن معاذ گفت ای سعد ابن معاذ، قسم به پروردگار کعبه که بهشت است که بوی آن را از سوی احد حس میکنم. سعد رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت آنچه او کرد از توان من خارج است. انس ابن مالک رضی الله عنه می گوید او را دیدم که کشته شده بود و زیاده از 80 جای بدنش زخم شمشیر، ضربه نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می شد و هیچ کس او را نشناخت مگر خواهرش، آن هم از روی انگشتانش. و نظر ما بر این آیت این است که این آیت در حق او و امثالش نازل شده است، که الله در سوره احزاب آیت 23 فرمود در میان مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با الله بسته بودند صادقانه وفا کردند. بعضی از آنان تا آخر بر عهد و پیمان خود ایستادند و در این راه درگذشتند یا شهید شدند، و بعضی دیگر هنوز چشم انتظاری شهادت هستند و هرگز پیمان خود را دیگرگون نساخته اند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.
الله سبحانه وتعالى رزقو بدني قول بنده را میداند. بنابراین بر او اجر و ثوابی به پایان میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دنیا برای چهار نفر است. بنده که الله تعالی سخاوت و عمل به او داده است و او در این باره تقوای الهی پیشه میسازد و با این وسیله رابطه خیشاوندی را حفظ میکند و میداند که الله در آن حق دارد. چنین بنده در بالاترین درجه و بهترین جایگاه میباشد و بنده که الله به او علم و دانش داده است اما ثروت نداده است و او در نیتش صادق است میگوید اگر ثروت میداشتم به مانند فلان کس رفتار میکردم. بنابراین مطابق نیتش اجر و ثواب میگیرد و پاداشی هر دو برابر است. حدیث با روایت امام ترمذی.